لوقا فصل چهارم عیسی پر از روح القدس از دریای اردن بازگشت و روح خدا او را به بیابانها برد و در آنجا شیطان او را مدت 40 روز با وسوسه ها آزمایش می کرد. او در آن روزها چیزی نخورد و آخر گرسنه شد. شیطان به او گفت: اگر تو به سر خدا هستی به این سنگ بگو تا نان شود. عیسی جواب داد: نوشته شده است که انسان فقط با نان زندگی نمی کند. بعد شیطان او را به بالای کوه برد و در یک چشم به هم زدن تمام ممالک دنیا را به او نشان داد و گفت: تمام اختیارات این قلم را و همه شکوه و جلال آن را و تو خواهم بخشید، زیرا در اختیار من است و من میتوانم آن را به هر که بخواهم ببخشم. اگر تو مرا سجده کنی صاحب همه آن خواهی شد. عیسی به او جواب داد: نوشته شده است تو باید خداوند خدای خود را سجده کنی و فقط او را خدمت نمایی. سپس شیطان او را به اورشلیم برد و بر بام خانه خدا قرار داد و به او گفت: اگر تو به سر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا نوشته شده است او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را محافظت کنند، و نیز نوشته شده است تو را در دست های خود نگاه خواهند داشت، مبادا پایت به سنگ بخورد. عیسی به او جواب داد: نوشته شده است که نباید خداوند خدای خود را بیازمایی. شیطان پس از آن که تمام وسوسه های خود را به پایان رسانید، مدت او را تنها گذاشت. عیسی با قدرت روح القدس به ولایت جلیل برگشت و شهرت او سر تا سر آن ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنان تعلیم می داد و همه مردم او را تعریف می کردند. به این ترتیب به شهر ناصره، جایی که در آن کلان شده بود، آمد و در روز سبت مثل همیشه به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. کتاب اشعیای پیامبر را به او دادند. کتاب را باز کرد و آن قسمت را یافت که می فرماید: روح خداوند بر من است، او مرا مس کرده است تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. کتاب را بسته کرد و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشمها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت: امروز در حالی که گوش می دادید این نوشته تمام شده است. همه حاضران او را آفرین می گفتند و از کلمات فیض بخشی که می گفت تعجب می نمودند. آنها می گفتند: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ عیسی گفت: بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همه کارهای را که تو در کپرناهم کرده ای شنیده ایم، همان کارها را در شهر خود انجام بده. عیسی ادامه داد و گفت: در واقع هیچ پیامبر در شهر خود قبول نمی شود. به یقین بدانید در زمان الیاس که مدت 3 سال و 6 ماه آسمان بسته شد و قحطی سخت در تمام زمین به وجود آمد، بیوه‌زنان بسیاری در اسرائیل بودند. با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنان فرستاده نشد، مگر پیش بیوه‌زن در شهر صرفه سیدون. همین طور در زمان علیشه پیغمبر جزامیان بسیاری در اسرائیل بودند، ولی هیچ کدام از آنان جز نعمان سریانی شفا نیافت. از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غضبناک شدند. آنها برخواستند و او را از شهر بیرون کردند و به لب تپه‌ای که شهر بر روی آن ساخته شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند. اما او از میان آنان گذشت و رفت.
عیسی به کپرناهوم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. در کنیسه مرد حضور داشت که دارای روح ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: عیسی ناصری، با ما چی کار داری؟ آیا آمدی ما را نابود کنی؟ تو را خوب بشناسم، ای پاک مرد خدا. عیسی او را ملامت کرد و فرمود: خاموش شو و از او بیرون بیا. روح ناپاک پس از آن که آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید، بدون آن که به او ضرر برساند او را ترک کرد. همه متعیر شدند و با یک دیگر می گفتند: این چینه و فرمانی است؟ بروای ناپاک با اختیار و قدرت فرمان می دهد و آنها بیرون می روند. به این ترتیب شهرت او در تمام آن ناحیه پیچید. عیسی از کنیسه بیرون آمد و به خانه شمعون رفت. خشوی شمعون به تب شدید مبتلا بود. از عیسی خواستند که به او کمک نماید. عیسی بر بالین او ایستاد و با تندی به تب فرمان داد و تب او قطع شد و آن زن فوراً برخاست و به پذیرایی آنان مشغول شد. هنگام غروب همه کسانی که بیماران مبتلا به امراض گوناگون داشتند آنان را پیش عیسی آوردند و او دست خود را بر یک یک آنان گذاشت و آنان را شفا داد. ارواح ناپاک هم از عده زیاد بیرون آمدند و فریاد می کردند: تو پسر خدا هستی. اما او آنها را سرزنش می کرد و اجازه نمی داد حرف بزنند، زیرا آنها می دانستند که او مسیح وعده شده است. وقت سپیده صبح دمید، عیسی از شهر خارج شد و به جای خلوت رفت. اما مردم به سراغ او رفتند و وقت به جایی که او بود رسیدند، کوشش می کردند از رفتن او جلوگیری نمایند. اما او گفت: من باید مژده پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم برسانم، چون برای انجام همین کار فرستاده شده ام. به این ترتیب او پیام خود را در کنیسه های یهودیه اعلام می